سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من منوچهر هستم با آموزش تراشیدن مداد برای طراحی یک عدد مداد، یک عدد کاتر و یک عدد نقاش مهربان. کاتر رو توی دست راستتون میگیرید، مداد رو توی دست چپتون و اگر چپ دست هستید که برعکس. هیچ وقت کاتر رو به تنهایی روی بدنه مداد نکشید و پرتابش نکنید. با دستی که مداد توشه شستتون رو روی کاتر بذارید و کاتر رو هل بدید به سمت جلو. یادتون نره که کاتر رو با زاویه خیلی کمی نسبت به بدنه مداد بگیریدش و خیلی آروم این کار رو انجام بدید و هیچ وقت عمیقا وارد بدنه مداد نشید. از یک طرف به مغز مداد نزدیک بشید و حواستون باشه که مغز مداد رو آسیب بهش نزنید. خیلی خوب، همونطور که میبینید چوب پشت مداد رو من باقی گذاشتم به خاطر اینکه نوک مداد رو حمایت کنه موقع کار کردن و فشار آوردن ما نشکنه، ولی این مقدار چوب زیاده هنوز و باید یه مقدار دیگه بتراشمش مون تا به نوک مداد نمیرسم. خیلی خوب، ببینید باید این شکلی بشه. قسمتی که چوب داره باید به سمت خودتون بگیرید، یعنی قسمت چوبی رو ببینید، میتونید باش خطای تیز بکشید و اون قسمتی که نوک مداد بیرونه رو مداد رو از رو بگیرید و خطای پهن بکشید. هر چقدر که بیشتر اینو مصرفش بکنید خطای پهن‌تری میکشه، شما نزدیکتر به کاغذ میشید. خیلی راحت میتونید هاشور بزنید، مداد رو به صورت خودکاری بگیرید توی دستتون، هاشور بزنید، خطای تیز بکشید و اینم خطای صاف و تمام.